تو اویل بگیر. آیاز، من الان از این آدم چی بپرسم؟ همه چیشو میدونم. باشه خب، پس بذار من بپرسم. باشه بپرس، بذار خلاص شیم بریم. خب آقا آیاز، حقیقت الان شما تو دلت کسی هست؟ سوال خوبیه. تو دلم یکی هست و از اونجام نمیره بیرون. خوبه؟ خوبه خوبه. خب شیما، بگو ببینم، جرأت یا حقیقت؟ جرأت. دقیقا منم همین حدسو میزدم. تو زیاد طرفدار حقیقت نیستی، چون تو دختر جسوری هستی، مگه نه؟ خب بذار یه کار سرگرم کننده بکنی. گوشی تو در بیار ببینم. منم در آوردم. از توی لیست یه شماره رو شانسی انتخاب میکنی، میذاریم رو بلنگو، تو بهش میگی سلام. آیاز، من حقیقت رو انتخاب میکنم. این وقتی شب مزاحم کسی نشیم. یه لحظه اینجوری نمیشه عوض کنی. باشه آیاز، بازیه دیگه. دختر حقیقت رو انتخاب کرد، کشش نده. باشه، پس دوستان من واقعا خسته شدم، تمومش بکنی؟ تا حالا رابطه ممنوعه داشتی؟ آیاز چه ربطی داره الان؟ چی داری میگی تو؟ واقعا این چه جور سوالیه؟ به نظرم دیگه این بازی رو تمومش کنیم. این چرا اینجوری میکنه؟ باشه بریم. برسان راحت نکن عزیزم. باشه آرام باشه. تو فکر کردی چی کار میکنی؟ دارم سعی میکنم مانع اشتباه کردن دوستم بشم. اینجوری میخوای سعی کنی مانعش بشی؟ اینجوری جلوی جمع؟ با این سوالا میدونی این کاری که کردی چقدر زشته؟ شیما متر رو داره رو انگشتاش میچرخونه. مگه من بهت نگفتم دخالت نکن؟ اونا خوشحالن با هم. باشه شیما ممکنه یه زمانی اشتباه کرده باشه، اما من میدونم خیلی پشیمونه. موضوع رضا تموم شد و رفت. تو چرا اینقدر پاپی این موضوعی؟ من نمیفهمم تو چطور میتونی اینقدر ساده باشی. هنوز داری از شیما دفاع میکنی؟ اون دختر آدمیو که دوستش داشتی ازت دزدید، کارتو ازت دزدید، داره سعی میکنه همه چیزو مال خودش کنه. تو الان داری چرت و پرت میگی؟ شیما همچین آدمی نیست، فهمیدی؟ اون متر واقعا دوست داره، من اینو میدونم. تو چرا سعی داری اونا رو از همدیگه جدا کنی؟ نباید جداشون کنی، حقی نداری. من فقط دارم در حق مت خوبی میکنم. نه، الان داری در حق مت بعدی میکنی. تو میخوای دوست تو به خاطر یه اشتباهی که توی گذشته بوده ناراحت کنی؟ چرا این کارو میکنی؟ چون میخوام تو خوشحال باشی. مت تنها آدمیه که میتونه خوشحالت کنه، همش برای اینه که تو خوشحال باشی. سوالی که دیشب پرسیدی رو دوباره بپرس. کدوم سوال؟ کنار ساحل بودیم و اون موقع بهت گفته بودم جوابتو نمیدونم، ولی الان میدونم. بپرس بپرس دیگه. هنوز عاشق مته ای؟ نه دیگه، عاشق مته نیستم. امروز کسی نمیتونه آرامشم رو خراب کنه. بوی چی میاد اینجا؟ تا سالن بوش اومد اینا چی هست؟ اوده مامان جون، امروز یک شنبه است. میخوام آروم باشم و به ذهنم استراحت بدم. مگه تو توی آوا استراحت نکردی؟ نه خیلی هم خسته شدم.
هم روحی هم جسمی. امروز هر کی به من زنگ زد میگه در دسترس نیست. خب چی بگم؟ میگه در دسترس نیست، داره از انرژی بعد فاصله میگیره. آها، به نظر من تو یه چیزیت هست، ولی حالا بی خیال، من رفتم. سوالی که دیشب پرسیدی رو دوباره بپرس. کدوم سوال؟ کنار ساحل بودیم و اون موقع بهت گفته بودم جوابتو نمیدونم، ولی الان میدونم. بپرس. هنوز عاشق متی؟ نه دیگه عاشق متی نیستم. صبح بخیر ایلکر جون، یه خواهشی ازت دارم. شیما جون یه کمی سر حال شو دیگه عزیز دلم. ببین اومدیم پیاده روی یک شنبه، فقط همین یک شنبه رو داریم. باش، میدونم دیشب شب خوبی نبود، ولی ما داریم ازدواج میکنیم، مگه نه؟ اینقدر ناراحت نبود. منم نمیخواستم اینجوری بشه، ولی دیگه بعضی چیزا دست خودم نیست. باشه، خب نظر چیه؟ کاملا اینو برعکسش کنیم. یعنی چی؟ بیا. امروز هیچ چیزی نمیتونه آرامشمو به هم بزنه. نه دیگه، یه امروز نباش تو رو خدا. چیه بلای جونم؟ احتمالا میخواستی بگی بلای شیرین. آره چی شد آیاس، چی میخوای؟ بیا پایین. اگه نیام نمیری نه؟ خودت چی فکر میکنی؟ اوف 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 ای خدا، اوف اوف. چرا باید اون روز گوشیم با این آدم عوض میشد؟ چرا چرا؟ چی شده دخترم، چه خبره؟ تو چت شد یهو؟ من چند دقیقه میرم پایین و میام. چی شده، کی اومده؟ حدس بزن ببینم. چهار حرفه. باشه خب لباستو عوض کن، اینطوری نرو. اوه دیوونه، با این لباس قراره بریم بیرون؟ منظورت از بیرون چیه؟ امروز روز تعطیله آیاس جون، روز خونه است، روز خونواده است. هنوز یه ساعت نشد از آبا برگشتیم. تو کی رسیدی خونه؟ کی استراحت کردی اومدی؟ من که نمیتونم یه جا بشینم، من پیش فعالم. فکر نکنه اتفاقات آبا رو فراموش کردم. هنوز از دستت خیلی عصبانیم. آخرین شبمون رو داغون کردی. هم مته هم شیما همه عصبی شده. منم همینطور. باشه، دیروز هر چقدر ناراحتت کردم، امروز همونقدر خوشحالت میکنم. برو تو جیم، من هیچ جا نمیام، میخوام کل روزو بخوابم. پس منم منتظر میمونم تا بیدار بشی، تا اون موقع هم با جان بازی میکنم. ای بابا جیم. خب جیم دیگه، مگه من نگفتم چه؟ جیم جون، ما میتونیم با هم بازی کنیم دیگه. آره آره بازی میکنیم. آب جیم هم که بیدار شد میریم بیرون. بیا بریم داداش. اومدیم عزیزم. نه رو عزیز دلم، تو هم برو بالا، آبجیتو دیوونه نکن. ای بابا منتظرم. جیم جون تو برو همه چی آماده کن، الان میام بالا. منم در زم دست خاله مارالم میبوسم. تو کنه ای کنه، به آدم میچسبی. اما بیزارم. اینجا منتظر باش، بالا یاسمونی لباس میپوشم میام. لباس نپوشیدم میتونی بیای، برای من فرق نمیکنه. خب دیگه رسیدیم. کجا داریم میریم عزیزم؟
عزیزم، ما یه کار نیمه تمامی داشتیم مگه نه؟ یعنی چی؟ بیا. او ببین کی اومده، ببین کی اومده، دارم کیو میبینم. چطوری ایلکر جون؟ خوبم. اوی کو، خوشحال شدم دیدمت آیاز، ولی در مورد تو همچی چیزی نمیگم. بفرمایید مادمازل، بشینید. شما چی کار کردین؟ امروز تولدم و خودم خبر ندارم. این تدارکات برای چیه؟ آیاز این چیه؟ بخورمه؟ چی؟ منظورم کیکه، خیلی خوشمزه به نظرم. منم منظورم کیک بود، ولی چرا همچین کاری کردی؟ به نظرم تو رو نشون میده. از بیرون که نگاه کنی یه شیطانه، اما در راست درونش خیلی هم شیرینه. شیطان شیرین. از عکس تو جادوگر درست میکنم، حالا خودت ببین. بشینی؟ یه لحظه. برای شب کشتی را آماده کردی ایلکر؟ باید دید، هنوز ردیف نکردم. اوف ایلکر، یه کار هم مثل آدم انجام بده دیگه. برو شکر کن تو این زمانه کم تونستم کیک رو برسونم. اوف، برای شب کشتی آماده باشه، بهت اعتماد بکنم. خب کجا مونده بودی؟ آها، شروع کنیم. واقعا هر کدومو که بخوام میتونم انتخاب کنم. عزیزم. آی، در اصل این خیلی قشنگه، ولی الان خیلی گرونه مگه نه؟ دی آخه مهم نیست چی ما جونم. از این خوشت اومد؟ بس همینو میگیری. آی مته. یه لحظه صبر کن، بذار درست رو انجام بدیم مگه نه؟ شیما، با من ازدواج میکنی؟ آی این احساس خیلی قشنگه. بله بله بله. اما من نمیتونم هیچ وقت همچین هدیه ای برات بگیرم. من اصلا از هدیه خوشم نمیاد. فقط کافیه ما با هم باشیم و با هم دیگه رو راست باشیم. همین برام کافیه. همیشه. همه چیزو جور کردم. امروز روز خوشحال کردن اویکو. روزمون اول با پیشغذا شروع میکنیم، بعدش هم تور استانبول میذاریم. امروز یه شنبه است، هیچ جا ترافیک نیست، راه باز، هر جا بخوای میتونیم بریم. شبم با کشتی میریم بیرون و شام میخوریم. شبم با بستنی تو دستمون برمیگردیم خونه. چطوره؟ آیاز، خیلی برنامه خوبی ریختی، ولی من نمیتونم بیام. چرا؟ چرا؟ چون من شب قرار دارم. قرار داری؟ آره، به خاطر همین باید آماده بشم. خب قرارت با کیه؟ احمد. احمد؟ آها، احمد عزله. احمد عزله؟ نه بابا، عزله چی عزله؟ اون تو دانشگاه مونه. عجیبه. عجیب که نیست، چیزه، حتی تو کافه نرگس قرار داریم. چه تصادفی، شب منم قرار بود اونجا باشم. یعنی چی؟ مگه قرار نبود شب با کشتی بریم؟ خب کنسل شد، منم برای خودم برنامه ریختم. کی برنامه ریختی؟ الان، یعنی یکم قبل. پس شب با احمد آشنا میشیم. احمد کیه بابا؟ مگه خودت نگفتی احمد عزله؟ آها، احمد عزله، ولی حسابی عزله داره ها. پس من وقتتو نگیرم، تو برو آماده شو، این غذا رو هم یه وقت دیگه میخوری. نه
بابا، من بعد از غذا میتونم برم، اونقدر مجله ندارم. نه، من اصلا وقتتو نمیگیرم. بالاخره امروز یه شنبه است، روز خانواده، باید استراحت کنی، شب انرژی داشته باشی. باشه پس. میبینمت. پسر این احمد عزاله کیه؟ بریم بزنیمش؟ من چه میدونم؟ یهو ترسیدم، یعنی استرس گرفتم، انگار میخواست یه چیزی پیشنهاد بده. کلی برنامه ریخته بود، تازه با هیجان همه رو برام تعریف کرد. اصلا مدل دوستانه نبود. به نظرت کار اشتباهی کردم؟ آه نه برجو، چی داری میگی؟ من هیچی نمیفهمم. دختر دارم میگم تو کتابخونه دانشگاه نمیتونم داد بزنم. پاشو بیا اینجا حرف میزنیم. برجو من چی کار کنم؟ میگم من یه چیزی تو ذهنم هست دیگه، بیا اینجا با هم دیگه حرف میزنیم دیگه. باشه الان میام میبینمت. خیلی ببخشیده، ولی این دختره تو رو دست انداخته. پسر تو میخوای منو نصیحت کنی؟ خب معلومه که من نصیحت میکنم، چون من از همتون با تجربه ترم. دختره رسما رو انگشتاش داره میچرخونته، رو انگشتاش. آخه این چیه پسر؟ اومدی سورپرایزش کردی، یکم سنگین باش. من این کارا رو حتی واسه آنجلینا جولی هم نمیکنم. قشنگ ترین زن دنیا زن من اومده. خوش اومدی همسر عزیزم، خوش اومدی. وای چه میز قشنگی، کی اینا رو درست کرده؟ برای تو درست کردم عزیزم، سورپرایزه. پاشو از اینجا پاشو، زنداداشت میخواد بشینه اونجا. بیا عشقم بیا. ایلکر جون روش جدیده، خیلی خوب شده، ولی مبارک باشه. آنجلینا جون چیزه، ببخشید سیبل جون، نوش جونتون باشه. آنجلینا چیه؟ چی مبارکه؟ این چی داره میگه ایلکر؟ عشقم تو به اون توجه نکن، اون مغزش دیگه کار نمیکنه، عقلشو از دست داده، میدونی؟ ولش کن، بیخیال اون شو. تو بیا بشین اینجا از غذا لذت ببر. میخوای دوباره واسات گرمشون کنم؟ الان تو این غذاها رو برای من درست کردی؟ معلومه که عشقم برای تو درست کردم دیگه، برای کی میتونم درست کرده باشم؟ خب این چیه ایلکر؟ فقط اونو واسه تو درست نکردم، اونم از زیر چشمت در نرفت دیگه. ایلکر بزرگ بدون این که اشتباه کنه فقط میتونه یه هفته تو طبیعت زندگی کنه. عزیزم تو میخواستی به من بگی حیوان؟ نه فقط دارم بهت میفهمونم که ناراحت شدم. ببین آیاز برای اویکو چقدر قشنگ تدارک دیده؟ تو رابطه ای ما دیگه هیچ هیجانی نمونده ایلکر. چه هیجانی؟ انتظار داری برای چی کار کنم؟ جوابش تو خودت ایلکر جون، برو خوب فکر کن. آخه چه هیجانی؟ انتظار داری چی کار کنم؟ خب جواب این کجا بود دیگه؟ برجو چی کار کنم؟ خوبی مایکو جون؟ ما هم خوبی ممنونم، تو چطوری؟ به نظرم برجو نیازی به حرفای اضافه نیست. سلام به تو. سلام. گوشم با توه. اول از همه یه احمد باید برات پیدا کنیم. احمد عزاله‌ای باشه. آره باید عزاله‌ای هم باشه. اطلاعات دیگه ای هم دادی؟ نه فقط گفتم عزاله‌ایه. خوب کردی گفتی. پس میگردیم آیکو. اون چطوره؟ آها اگه یکم سبزه تر باشه فکر کنم بهتره. باش. خوب این چی؟ به اندازه کافی عضله نداره. خوب نظری در مورد اون پشتی چی؟ ببین نمیدونم نظر تو چیه؟ یعنی چطوره؟ انگار مناسب خواسته های شماست. نه من اونو دیده بودم، نمیشه. نه نمیشه دقیقا. او
آیکو آیکو آیکو، این خوبه دیگه. مگه نه؟ هم خوشتیپه، هم عضله داره و هم سبز است. به نظرم همونی که میخوایم. پسر خیلی خوبه دیگه. چی میخوای؟ به نظرم بریم حرف بزنیم باش. مطمئنم قبول میکنی. کاملا مدرنه، مشخص نیست؟ اندومش که محرکه است، جذبه هم داره. آره جذبه هم داره. یعنی میتونی پسره رو تابلو کنی، بزنی به دیوار رو کل روزم تماشاش کنی. من دیگه دارم میرم. شما هم یه دل سیر دوستتون رو نگاه کنی. کجا؟ کجا میری آخه؟ من الان چی کار کردم؟ به خاطر چی آخه؟ آخه گفتی پسره رو تابلو کن بزن به دیوار، به خاطر اونه. منم چقدر احمقم، رسمن جلوی امره گن زدم. یه لحظه الان یعنی امره نسبت به من حسدی کرد؟ به خدا حسدی کرد؟ یعنی بالاخره این یه معنی داشت نه؟ آره؟ داشت برجو جون، ولی اگه همین الان نری و دلشو به دست نیاری هیچ معنی نداره. باشه، اول بریم با این پسر حرف بزنیم، بعدش هم من میرم دلشو به دست میارم و اینجور حرف. چطوری؟ خوبم، تو چی؟ نمیبینمت. تو از دیروز تو تعطیلات بودیم. نمیشه دلم برای رفیقم تنگ بشه؟ چیزی شده آیاز؟ میخوام یکم صحبت کنیم. تو مسافرت وقت نشد. ببین اگه میخوای راجب شیما و پیشنهاد ازدواجم بگی. ببین باید به حرفم گوش کنی مته. چیزایی هست که تو نمیدونی. نمیخوام آیاز، فهمیدی؟ نمیخوام بشنوم. و اینکه رفتی از شیما عذرخواهی بکنی؟ نه داداش، چرا بکنم؟ هنوزم میگه چرا عذرخواهی کنم. تو این اواخر متوجه رفتارت نیستی یا اونجا از اون دختر سالای مسخره پرسیدی، دلشو زدی، شیکوندی، هنوزم میگه چرا عذرخواهی کنم؟ آیاز تو چرا این کارا رو میکنی؟ ای بابا مته، من هر دفعه میخوام باهات حرف بزنم فرار میکنی، چون من میدونم تو هم از این ازدواج مطمئن نیستی. باشه ذهنت به هم ریخته، از حقم داری، چون حسات درسته. چی ما؟ من خوشحالم آیاز، فهمیدی؟ ما خوشحالیم. امروز رفتم واسه شیما انگشترم خریدم، دوباره بهش پیشنهاد ازدواج دادم، هم دیگرم بغل کردیم، یعنی همه چیز رو به راهه. لطفاً تو توی این کار دخالت نکن، فهمیدی؟ لطفاً. باشه، معذرت میخوام، اونم از هر دوتون. خیلی ازت ممنونم. مهم نیست، خواهش میکنم. واقعا زندگی ما نجات دادی جین، خیلی ممنون. پس شما شب ساعت 8 با هم قرار دارین دیگه، درسته؟ باشه، شماره تو دارم، حالا خبر میدم. باشه، میبینم. وای دوباره ازت ممنونم جین. جین، نه احمد. آیکو شنیدی چی گفت؟ نه شمارمو داره. حالا چرا داره معلوم نیست. برجو گفته باشم تنت میخوره ها. باشه بابا، شوخی کردم. وای ایشالله آیاز نفهمه این نقش است. به خودم اونو دیگه نمیدونم، اما مطمئنم مثل دیوونه ها حسودی میکنه. ای بابا، میخواد حسودی کنه میخواد نکنه، همین که بیخیال من بشه کافیه. تو میتونی با این حرفا منو گول بزنی باشه، اما من کنجکاوم بدونم خودت تا کجا میخوای گول بزنی دختر. آره میدونی آیازم، همین سوال ازم پرسید. کی؟ ای بابا حال هرچی، من سری میرم که آماده بشم، تو هم فکر کن چطور باید دل امره رو به دست بیاری. یعنی یه چیزایی تو سرم باشه. عزیزم خوبی؟ حس میکنم هر لحظه از یه جا آیاز پیداش میشه. اومدیم این سر شهر، مطمئنن دیگه اینجا نمیان.
باید چی کار کنیم بلند؟ یه بار دیگه امتحان میکنیم، اما چند وقت دیگه؟ میدونم الان به من میگی مگه روز تعطیلم کار میکنن، ولی یکم دیگه باید برم دفتر، این هفته سرم خیلی شلوغه. روز تعطیلی چه کاری؟ میدونم حق با توه، به نظر منم همینطوره. من دیگه نمیخوام اینقدر کار کنم، سال هاست دارم کار میکنم، دیگه میخوام کاری کنم که دلم میخواد. خب دلت چی میخواد؟ تو اون را تو هم هستی، نگران نباش، تو رو هم میگیرم و با هم ادامه میدیم. فردا در مورد این موضوع اولین قدم رو ور میداریم. با کنجکاوی منتظرم. مامان اینجا کلی پاکت رو هم تلمبار شده ها. آه خوش اومدین. خوش باشی. چطوری عزیزم؟ خیلی ممنونم. اویکو جون، انگشتر شیما رو دیدی؟ خیلی قشنگه، الان شبیه تازه عروس شدی. خیلی ممنون. اما متهم دستش درد نکنه، شیما رو دوست داره. انگشتری که دستش کرده ببین دختر، به هیچ وجه به بابات نشون ندی، یا واسه اینکه هنوز نیومدن خواستگاری خون به پا میکنه. در دادگاه اجرایی حکم تخلیه برای شما صادر شده و بارها برای شما اخطار در مورد منزل اجاره‌ای که ساکن هستین داده شده بود. به زودی میرین سر خونه زندگیتون، برای خود زندگی خوبی بساز. ما نتونستیم، ولی حداقل تو این کارو بکن. ای کاش ما هم اندازه تو خوششانس بودیم. مگه نه مورال؟ مورال؟ بله جونم. مامان جون چیزی شده؟ چیزی نیست دخترم. عزیزم منو تو بریم بالا. باشه مادر، ما میریم بالا. خب اگه میخواید غیبت کنید همینجا بکنید، ما هم گوش میدیم دیگه. آه چیه؟ آه این همه سال زحمت بکش بزرگشون کن بعد اینجوری بگن، مگه نه مورال؟ پای چپو بکش 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 بکش، به سمت پشت بکش بکش. باشه با صدای سوت میپرین، حاضرین؟ جم بپر بالا. خیلی خوبه بچه، حالا بریم تمرین. من از بوشه توپو جمع میکنم، به سمت دروازه شوت میکنیم. منو ببینید، دفعه قبل خیلی شوتاتون ضعیف بوده، محکمتر میخوام. باشه؟ قبوله. باشه پس شروع میکنیم. خوبه. مربی سلام. من شنیدم شما خیلی مربی خوبی هستین، اومدم پس میخواستم بپرسم میشه به منم تمرین بدین؟ تو کجا بازی میکنی؟ یعنی تو چه موقعیتی؟ موقعیت؟ نمیدونم کدوم موقعیت، ولی من همه جا بازی میکنم. حالا امتحان میکنیم ببینیم چی میشه ها؟ باشه پس برو تو دروازه. دروازه؟ ما هم داشتیم با بچه ها تمرین شوت میکردیم، مگه نه بچه ها؟ بله. ببینیم آبجی برجوتون تو دروازه چه هنری از خودش نشون میده. جم از پسش برمیام. من آدم خوبی نیستم. این الان از کجا در اومد؟ من لیاقت مهتر رو ندارم. موضوع رضاست؟ من آدم رو راستی نیستم و مهت بیشتر از همه چیز به رو راستی و صداقت اهمیت میده. هنوزم دیر نشده شیما، بهش بگو مهت اینو درک میکنه. نه دیگه دیره، از اولش هم دیر بود. من با این که رابطم و با مته شروع کرده بودم رضا رو هم می دیدم، با هر دوتاشون هم از اون یکی خبر نداشتن و الان اگه اینو بخوام به مته بگم اون میره با رضا حرف می زنه و اونا با هم دوست نزدیک هستن، رضا همه چیز رو براش تعریف می کنه، اون موقع من بدبخت می شم. اما باید بری حرف بزنی، آخه تا کی می تونه اینطوری ادامه پیدا کنه؟ مته باید اینو بدونه شیما. تو چرا اینقدر دلت میخواد من بهش بگم؟ الان تو منظورت چی؟ نمیدونم، اونو خودت بگو.
دارم میگم مته رو میشناسم و میدونم تو رو میبخشه. من دیگه چطور میتونم بهت کمک کنم شیما؟ معذرت میخوام عزیزم، خیلی معذرت میخوام. من احساس میکنم تحت فشارم، انگار یکی منو تحت فشار گذاشته. میفهمی چی میگم؟ از یه طرف آیاز به من فشار میاره، از یه طرف وقتی مهتر رو میبینم عذاب وجدان میگیرم، دیگه نمیدونم باید چی کار کنم. نمیخوام مهتر رو از دست بدم. میفهمی چی میگم؟ میفهمم، اما باید یه راهی برای این پیدا کنی. باید بری حرف بزنی. باور کن از اینه که از بهتر میشه، پس برو بگو خلاص شو. مطمئن باش اونقدر که فکر میکنی بد نمیشه. تو چقدر دوست خوبی هستی اویکو. من هیچ وقت نمیتونم اندازه تو خوب باشم، و تو با این که اینو میدونی الان کنارمی. اویکویی که همه یه کارا رو درست انجام بده، بهترینه، بهترین هست. آدم درستیه، صداقت داره و اشتباه نمی کنه. نه آلوده میشه، نه آلوده می کنه. میدونی بعضی وقت شیفته یه تو میشم. سریع حسم از بین میره. شوخی کردم دختر، زود باش بیا بریم پایین. یکی به نیت شما بکشم؟ نه، من به خاطر خرگوشو گفتم. پسرم، یکی به نیت این آبجی بکش. از خرگوشو خوب مراقبت میکنید دیگه. اون جون منه، همه چیز منه، معلومه که خوب مراقبت میکنم ازش. بیا بگیر خوشتیم. یکی سفید، یکی سیاه. دختر خوشگل، پسر ولوله. میگن غیر ممکنه این را و فراموش کن. یهو میبینی عشق اومد و غیر ممکنه ممکن شد. چطور بود؟ نیتش خوب بود مگه نه؟ خیلی قشنگ بود داداش، خیلی قشنگ. خب، محمود اصلا اشتباه نمی کنه. کی؟ محمود. اسم خرگوش من محموده. اسم خرگوش محموده؟ آه، من روش گذاشتم. خیلی ممنون داداش. شبتون بخیر. ما از دست این محمود نمیتونیم خلاص بشیم. دیدی تیوی ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.